تو مواردی مثل آقا زیا مریض پرخاشگری نداره آقای امان، ولی ممکنه بر اثر شوک‌هایی که بهش وارد میشه به کسی حمله کنه. خب این شوک‌ها کی رخ میده آقای دکتر؟ نکنه همچین مشکلی براش پیش اومده. با مشکل جدی روبرو شدین؟ خشونت از طرف اون شاهد این رفتارا بودین؟ من داداشم رو بهتر از خودم میشناسم. شاهد چند تا شوکش بودم. تو هیچ کدومش به کسی صدمه ای نزده. خب تو تمام مشکلا کنارش بودین؟ شاید وقتایی که شما نبودین خشمش رو به طور دیگه ای خالی میکرده. شاید هم اونطور که فکر میکنید خیلی خوب مراقبش نبودین. ممکنه قبلا همچین اتفاقی افتاده باشه ولی شما ندیدین. نه، همچین چیزی ممکن نیست. یه برق بیفته داداشم براش اشک میریزه. به یادم صدمه نمیزنه، نمیتونه بزنه. این داروها به چه درد میخورن ها؟ به هم بگو داداش من تو کل عمرش این داروها رو مصرف کرده. به چه دردی خوردن ها؟ یه دقیقه، یه نگاهی بهش بندازم. داروهایی نیست که من براش تجویز کردم. گفت ولم نمی کنه. یامان گفت هیچ وقت ولت نمی کنم. ولم نکن یامانم، ولم نکنه سهرم، ولم نکنه. جفتشون نباید ولم کنن. آه سهر، تو اومدی؟ من اومدم داداش زیا. حالت چطوره؟ بهتر شدی؟ دستم میشه دستمو بگیری؟ حتما. نگران نباش داداش زیا، تو خوب میشی. ما همیشه کنارتیم. باشی، تو ناراحت نباش. سهر، تو میدونی؟ چی رو داداش زیا؟ بیا نزدیکتر، بیا جلو، بیا دیگه. میدونی یه چیزی؟ همش میاد جلو چشم سهر. اصلا ولم نمی کنه. چی ولت نمی کنه داداش زیا؟ اون خاطرات، صحنه‌های بعدش همش جلو چشام میاد سهر. خاطرات بعد نرین، منو تنها نذارین، ولم نکنین. خواهش میکنم منو تنها نذارین، ولم نکنین، ولم نکنین. جواب آزمایش داروها اومد آقای امان. نتایج همه چی رو توضیح میده. گوش میدم. دارویی که من تجویز کردم با دارویی که شما آوردید یکی نیست. من برای بهبود ذهن داداشتون این دارو رو تجویز کردم. ولی این یه چیز دیگه است آقای امان. ذهنش رو آشفته میکنه. باعث میشه تعادلش رو از دست بده و توهم بزنه. داداشم همه این علایمی که میگین داره. یعنی همش به خاطر این دارو هاست؟ به احتمال زیاد آره. یکی با روح و روان داداشتون بازی کرد. اقبال، داداشتون خیلی وقت از این دارو مصرف کرده. تأثیرات این دارو حالا حالاها باهاش هست. زمان میبره تا این داروها اثراتش از بین بره.
مگه این داروها اونقدر قویه؟ باز هم زنشا هم کوسرا. توصیه میکنم توی این دوران برادرتون رو تنها نذارید، همیشه زیر نظر.